سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز میخواییم که ساندویچ تخم آماده بسازیم. کیره میگن چیکن مایو ساندویچ، که از نان ساندویچ هم استفاده میکنیم، از تخم و همچنان از مایونز استفاده میکنیم. نو که چیره تاسو غواره چه در اگه ساندویچ آماده که نو لازمه مواد یاداش باخلی. لازمه مواد ده سره مرچ، مایونز، تور مرچ، مالگا، روب، کچپ، هګۍ، د ساندویچ ډوډۍ، سبزیجات، همدار از غوړي. دوستان عزیز، در قدم اول یک دانه پیاز ضرورت داریم. سبزیجات هم این طرف بیاریم، قدر از این ضرورت نیست. پیاز رو در قدم اول به این شکل برش میزنیم، بعدا یعنی به این شکل، یعنی به شکل نگینی باید مایدش کنیم. پیاز را مایده کردیم، داخل کاسه اضافه میکنیم. تخم دوستای ما قبلا جوش دادیم، تخم باید پوست کنیم. همین شکل دوستای عزیز تخمه تمامش رو پوست میکنیم. هر زمانی که شما دوستای عزیز تخمه جوش دادین، اگر میخواستین که آسان پوست شود، زمانی که صحیح جوش گرفت داخل آب یخ اضافه کنین. داخل آب یخ انداختین، پوستش خدا جدا میکنه. حاجت به این نیست که باز ایره پف کنیم و یک ساعت وقت سرازی بگذرانیم. بسیار با آسانی میتونیم که پوستش کنیم، به شرطی که داخل آب یخ تخمه را انداخته و یک دو دقیقه بگذاریم که پوستش خدا جدا کنه. دوستای عزیز، یا یک
جالی صافک چای صافک باشه یا از او بگیریم یا چلو صاف باشه که یک ذره خاناش کم نازکتر و خورتر باشه. اینا رو میگیریم به می شکل فشار میتیم با دست ما تا که تمام از این چلو صاف باید کشیده شو و در طرف باید ایرامت فشار دادن بریم تا که از این تیر شو و در کاسب جا به جا شود که خوب نرم شود باید. اگر تراشک داشته باشین که خانهش خوب خرد باشه از اونا میتونی که از اونا این یارا بکشین. به خاطر از این به شکل میکنیم که خوب صحیح تخم داناش توتا نیمونه به شکل کلان کلان تمام از این به این شکل که میبینی یعنی کاملا میده میشه. به این شکل کل ازیره باید از تراشک به این شکل بکشیم. شکل دوستای عزیز تمام شد. از این جالی کشیدیم که دیگه چیز باقی نمون. این خوب مکس میکنیم و دوستای عزیز یک اندازه مرچ سرخ او قدر زیاد نی به اندازه استفاده میکنیم. نمک به قدر ضرورت، یک مقدار مرچ سیاه. اگر مرچ سرخ اضافه هم نکردیم مشکل نداره، ولی یک اندازه یک مرچ سیاه باید اضافه کنیم امرو با نمک و این هم یک مقدار مینوز. پیاز اضافه کردیم، تخم اضافه کردیم، مساله جات و همچنان مینوز. مواد آماده شد دوستای عزیز. حالا یک کرایگه که میگیریم گاز روشن میکنیم.
یک مقدار روغن اضافه میکنیم. و این هم یک اندازه رب. مزرب وطنی دو سایز استفاده کردم، شما هم میتونید که از تولیدات وطن استفاده داشته باشین، هم رب مزدار، هم رب خوبش و هم قیمت بسیار ارزان و مناسب. شما میتونید که از بازار رب وطنی خریداری کنید. بعد از اینکه رب اضافه کردیم، یک مقدار هم کچپ اضافه میکنیم. گاز خاموش میکنیم و بیاندازه کفایت میکنه. ساس هم شد آماده. حالا نان ساندویچ هم میگیریم. بالای نان ساندویچ از این ساسی که از رب و همچنان از کچپ آماده ساختیم، بالاش یک اندازه به این شکل اضافه میکنیم تا یک ساندویچ مزه‌دار آماده شود. بیرتر اگرزو مکسر اپات شاید. به می شکل غذاگاکا دو ساید شما آماده بسادین در خانه با قیمت بسیار مناسب و ارزان، بلخصوص به اطفالتان، اونایی که مکتب میرن و در رای مکتب مثلا از بازار هر نوع غذا را خریداری میکنن و ای که از جای پاک یا سیب مثلا بتان خریداری و یا که از کراچی و بعض جایی که مناسب نیست، اگر اونا رو یکان چیز خریداری کنن و نوش جان کنن، خدای نخواستم مریض نشن، به او خاطر شما میتونید در خانه به این شکل یکان غذاگک های همونتو ساده و آسان آماده بسازین، بکسک های غذا برشان از بازار خریداری کنین، این همونتو یکان غذاگک ها جور کنین و که در مکتب نوش جان کنن. حال دوستای عزیز، از این موادی که از تخم آماده ساختیم این به مشکل
این شکل کشا جور کنیم، تمامش رو به می رقم دوستای عزیز باید آماده بسازیم. به این شکل دوستای عزیز تمامش آماده می سازیم. یک لا ای هم دو لا، یک دانه که دیگه ما آماده بسازم. بدون پیاز هم میتونید که تخم آماده بسازین، بدون مرچ و مساله هم میتونید. خب یک اندازه نمک و مرچ و سیاه یک کمک اضافه کنین، خوبتر است و مزه‌دارتر می آید. دیگه زیاد از مصالحات استفاده نمی کنیم و زیاد از موادایی که مثلا قیمتی است و از اونها هم استفاده نمی کنیم. صرف ماینوس استفاده کردیم. اگر شما ماینوس استفاده کردین خوب، اگر نکردین بدون ماینوس هم میتونین که آماده بشه. یک ذره چکنی اضافه کنین، یک ذره کچپ همراه تخم اضافه کنین، یا تخم بدون مواد میتونین که خوب یک ذره اما تو مثل خمیر واری هم مشت کنینش. بعد از اینکه خوب نرم شد داخل نان ساندویچ جا به جا کنین و هم میتونین که تخم خوب لط بزنین، تخم خام در کرایی پرتین، سرخ کنین، بعد داخل نان ساندویچ جا به جا کنین. یعنی به چندین شکل شما میتونین که آماده بسازین. زمانی که آماده ساختیم خواهش دل شما که این قسمتکاش اگر بروش کنین خوبتر. کسایی که مثلا کاروبار دارن و رستوران دارن و به خاطر مشتری خود آماده میسازن، این قسمتکاش اگر برش کنه بهتر است. به خاطر این قسمتکاش یک ذره نسبتا تیز میباشه، به او خاطر زمان که نان ساندویچ که جور میکنن یک ذره تیزتر میباشه. این قسمتکاش اگر بگیریم بهتر تمام میشه. چالان کنم. شما آماده شد و این دانه دیگر هم به می شکل آماده می سازیم. امرو با دست خود یک اندازه یک فشار میتیمش که خوب صحیح یکی در دیگه بچسبه. خب حالا یک اندازه روغن باید ما اضافه کنم. چهارده بخل از این پاید چرب شد، روغن اضافه شما دور میکنیم. خوی نگه که جای نمیشه دو تا میکنیم، در دو جای تقسیمش میکنیم. بکشم که تصویرش صحیح شما دوستای عزیز دیده بتانین.
برای دیگه دوستای عزیز به خاطر عزیز که اگان وقت اگان کباب اومدم میسازیم یا مرغ داخل ازی جا به جا میکنیم سرپوش میمونیم خوب صحیح تف میگیره و نرم میشه به اون خاطر حالا گاز خاموش میکنیم انشالله که ساندویچ آماده شده. میتونیم که از بین دو قسمت تقسیم کنیم به این به این شکل هم به شکل دیگر و این که اگر به این شکل گریل نداریم دوستای عزیز میتونیم که بدون گریل در کرایی یا تابه ساندویچ کم سرو کنیم. دوستای عزیز ساندویچ آماده شد، خدا کنه که امروز ساندویچ ریکام آماده ساختیم مورد علاقتون قرار گرفته باشه، شما هم به می شکل ساندویچ آماده بسازین و همراه با اعضای فامیل و خانواده نوش جان کنین، به ذوقات برای دوستایتون آماده بسازین و بالخصوص مهمتر از همه چیز که اطفالتون بسیار مهم است، با اطفالتون می رقم ساندویچ آماده ساخته داخلمو لانچ باکس یا هم تو بکسکای غذا هست از او خریداری کنین، داخل از او بگذارین تا در مکتب یا وقتی که میرن غذا نوش جان میکنن، اما غذای خود گرفتن نوش جان کنن. غذایی که امروز براتون آماده ساختیم خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار. لالی دلمو مننه.